خیلی وقتا یه عروسک برای بچه ها شروع به ده ها قصه میشه. قصه های عجیب و بامزه، ساده یا پرماجرا. بازی بچه ها با عروسک ها و آدمک ها گاهی به اونا کمک میکنه اولین قصه های عمرشون رو بسازن. شاید برای همینه که بزرگم که میشیم تماشای عروسک ها حالمون رو خوش میکنه، و شاید به همین دلیله که تعریف کردن بعضی داستان ها یا بازی کردن بعضی نقش ها رو به عروسک ها میسپرن و اونا تبدیل میشن به شخصیت های محبوب، میشن سوپرستار. اما سخته که بگیم دقیقا چی این توده های پارچه و اسفنج و پلاستیک رو اینقدر دلچسب و خواستنی میکنه. عروسک نرمیش هر چیزیش رو به کسی مده، طراحی و ساختش رو به کسی، حرکاتش رو به دیگری و صدا و فکرش رو به کسای دیگه. میخواییم این برنامه کتاب باز رو به صدا پیشگان عروسک ها تقدیم کنیم که زبان گویای عروسک ها میشن، از خود عروسک ها با ما صحبت میکنن، برامون قصه و خاطره میسازن و داستان ها رو شنیدنی تر میکنن. برای زبان گویای عروسک ها، برای صدا پیشگان عروسک، امضا کتاب باز. سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. با دمنوش هم شروع میشه. رسم دنیا اینجوریه، 5 دقیقه من غافل بشم باید بیای برنامه را از چنگ من در میاری. به خدا قصد اینو نداشتم، گفتن سروش دیر میاد تو شروع بکن، این دمنوشه رو بریز شاید تا اون موقع سروش برسه. الان دمنوش میخوری یا چایی؟ من هم دمنوش هم چایی. سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز از اینجا شروع شد. اونو من شروع کردم. نه نه نه، از الان شروع شد، اون قبول نیست. و اینکه من و محمد رضا هدایتی خیلی عزیز که امشب معلوم نیست کدوممون مهمون اون یکی هست، سالهای سال که با هم دوستیم. شاید باورتون نشه که قبل از اینکه من یا محمد رضا اصلا کار تصویری بکنیم، یعنی بازیگری بکنیم، نمیدونم من بنویسم، محمد رضا بازی کنه، بخونه، ما با هم از قبل از اون دوست بودیم. یعنی یک دوستی 20 و چند ساله‌ای که توی کار با هم آشنا نشدیم، دوست بودیم و بعد کار کردیم. درسته؟ 22 سال، یه دوستی 22 ساله داریم. 22 سال شده. و تو در واقع باعث شدی که من وارد این کار بشم، یعنی منو معرفی کردی به آقای مدیری و از اون بعد من معروف شدم. نه، من زودتر کارم با آقای مدیری شروع کردم و بعد چون با محمد رضا خیلی دوست بودیم و من میدونستم چقدر با استعداده، فکر کردم خب بذار دوستم و یه پارتی بازی بکنم که کار خوبی هم هست. اون دوره‌ای که ما بیکار بودیم و موهای جفتمون هم مشکی بود، برعکس الان که موهای هر دومون سفیده و من سفیدتر، ما روزای زیادی بیکار بودیم، بیکار و بیپول و علاف. و یکی از کارامون این بود که به هم کتاب قرض میدادیم. یادت میاد که؟ بله بله، ما کتاب به هم قرض میدادیم. آقای هدایتی کتاب خونه توی خونش خیلی خوبی داشت که من میرفتم اونجا وامیستادم جلو کتابا و همینجور کتاب سوا میکردم و میبردم و محمد رضا میومد خونه ما. ما میگم جفتمون بیکار بودیم، کتابا رو میخوندیم و با هم حرف میزدیم و همینجور رویا پردازی میکردیم درباره آیندهمون. و الان 22 سال از اون موقع گذشته و باز کنار هم دیگه ایم. خیلی خوشحالم از این قضیه. منم خیلی خوشحالم. و خیلی خوشحالم که تو هیچ وقت توی سریالات از من استفاده نکردی، سریالات. ولی خوشحالم که این روزه‌ای که گرفتیم که کار نکنیم با هم، در برنامه خوبی داریم افطار میکنیم. آره، و از این به بعد باید کار کنیم. نه، من این تصمیم نبوده. من هر وقت اومدم یه کاری رو شروع کنم تو درگیر کار بودی. آره، اینم بوده. حالا این راجع به کتاب قرض دادن و قرض گرفتن ها، ما یه خاطر همینجا بگم؟ بله بله، چرا؟ من اگه خسته بریم بشیم. نه، همینجا خوبه. من موقعی که زاهدان بودم یه کتاب از یکی از دوستام قرض گرفتم که یه فیلمنامه‌ای بود از یکی از فیلمنامه‌های فدریکو فلینی به اسم آمارکورد.
و اینقدر من این کتاب رو دوست داشتم که این کتاب دیگه پس ندادم به دوستم. مال انتشارات زمان. باریکالله. این کتاب الان تو کتابخونه منم هست و خیلی دیگه شیرازش از بین رفته و اینا. و مدت‌ها دنبال فیلم این فیلمنامه میگشتم و فیلمش رو هیچکی نداشت. توی خونه تو فیلم دیویدی آمار کورد رو پیدا کردم. و بدون که بهم بگی؟ نه، ازت قرض گرفتم. گفتم سروش اینو به من بده. خب. با اینکه تو هر وقت به من کتاب قرض میدادی یادداشت میکردی. خب. اینو یادداشت نکردی و من این فیلمو دیگه بهت پس ندادم هیچ وقت. الان تو خونه منه و ازت خواهش میکنم فیلمو به من بده، چون من از تو بیشتر دوست دارم این فیلمو. آخه کی میتونه تعیین کنه که کی چه فیلمی رو بیشتر از کی؟ من سالها دنبال این فیلم گشتم و توی خونه تو پیدا کردم. تازه یه فیلم دیگه هم بود که اونم میخواستم ازت بگیرم دیگه، ولی بهت رحم کردم. اون چی بود؟ یک دیویدی بود که مجموعه آثار انیو موریکونه فیلمای موسیقیشو خودش رهبری میکرد و تو خونه من نشون دادی. نه نگرفتم. نه نگرفتم، چون میدونستم اگه بگیرم دیگه بهت پس نمیدم. حالا تو چه کتابی از من گرفتی؟ من پس نده و یه دارم. عادتی دارم که وقتی که یعنی داشتم دیگه ندارم و براتون میگم چرا دیگه ندارم. یه عادتی داشتم به خاطر یک خصتی که دارم، اینه که اگر کتاب یا فیلم یا موسیقی به کسی قرض میدادم، همون موقع یا اگر رو دروازه داشتم بعدش یادداشت میکردم که یادم نره. ولی دیگه این کارو نمیکنم، چون اون نوشتنه و یادداشت کردنه هیچ حسنی برای من نداشته، ولی یک اشکال داشته. حسن اینه که اون کتاب ها و اون فیلم ها و اون در واقع نوار ها یا سیدی هایی که از من گرفتن و نخواستن پس بدن و پس ندادن، اینم شاهد زندهش. ولی من الان یه دفتری دارم که توش کلی اسم کتابی هست یا فیلمی که من دیگه ندارم، ولی اسماش همیشه این آینه دق جلو چشمم هست. ولی آمار کورد فلینی رو تو به راحتی میتونی پیدا کنی، من نمیتونم پیدا کنم. خواهش میکنم اونو حلالش کن. اون حلال حلال اون مال شما. فقط بهم قرض بده ببینم، بعد دوباره میخوام به این بهانه بگیرم تعریف کنم فیلمو. نه میخوام به این بهانه بگیرم دوباره پس ندم. محمد رضای عزیز، اولا خیلی ممنون که دعوت کتاب بازو قبول کردی. خواهش میکنم. و دوم این که من میدونم که به دهه 20 و 30 خیلی علاقه داری، به ادبیاتش، به فضاش، به موسیقیش. چرا دهه 20 و 30 رو اینقدر دوست داری؟ دهه 20 و 30 که نده، از 1300 تا 30 و اواسط 30. آره چرا؟ نمیدونم، احساس میکنم شاید اصلا من توی زندگی قبلیم اون دوره زندگی کردم. از نظر من دوران هویت داریه، دوره‌ایه که اکثر نویسندگان قدر ما که بقیه به اونا رجوع میکنن و اونا رو مثال میزنن مال اون دوران. و همینطور اون دوره یکی از تنها دوره‌های معاصر ماست که حتی معماری خاص خودشو داره. ما الان هم یه سری ساختمان‌ها داریم که خب متاسفانه دونه دونه دارن خراب میکنن و تبدیل به برد میشه اینا. چقدر حیف. شما هر کشوری که میری یک محله قدیمی دارن که دست به نمای اونجا نمیزنن، اون هویت اون شهر و اون کشور. و یک محله کوچیک قدیمی، نه اصلا یک بخشی از شهر رو به هیچ وجه اجازه ندارن. بله. و اکثر شهرهای خارجی که شما الان میرین، من خارجی که دارم میگم مثلا بیشتر، خب من اروپا رو دیدم حالا، ولی اکثر کشورهای اروپایی که من سفر کردم شهرهاشون مثل موزه میمونه، مثل یک موزه‌ای که شما میتونی دانشجوی معماری رو ببری اونجا و درس بدی. چرا ما نداریم؟ روزا میخوایم حرف بزنیم. خب درسته که ما رفیق 22 ساله ایم، درسته که داری این برنامه رو از چنگ من در میاری، درسته که یک سلامی کردی که من هیچ وقت تو طول این برنامه به این خوبی سلام نکرده بودم، ولی بیا بریم اونجا بشینیم این دمنوش رو بخوریم و بعد سر فرصت درباره همه اینا مفصل تر حرف بزنیم. موافقم. بفرمایید. این نبات ها رو اشتباه گذاشتم، درسته؟ چرا اشتباه گذاشتی؟ یعنی بله عالی. من میزبانم فعلا. نه من میزبانم. حواسش هست. Thank you.
گفتی که بین سالهای 1300 تا 1330 انگار یه هویتی وجود داشته که الان داره به مرور کمرنگ میشه، درسته؟ خیلی کمرنگ شده، اونقدر کمرنگ شده که زنده یاد علی حاتمی برای این که بخواد 1300 یا 1320 رو بخواد نشون بده مجبور شده بره شهرک سینمایی بسازه، شهرک سینمایی غزایل رو بسازه. یعنی ما لاله‌زار قدیم هم حتی نداریم اون شکل، و این حیفه. یک شهری به عنوان پایتخت هویت معماری نداشته باشه، در صورتی که همه کشورها دارن دیگه هویت معماری دارن. الان مثلا تهران ما چه فرقی با اصفهان یا با مشهد داره، غیر از یه چیزای خاصی که البته هست در شهرهای مختلف، در تهران ما هم هست، ولی همه رو زدیم نابود کردیم. مثلا یه دونه میدون حسن آباد رو فقط نگه داشتیم، این همه ساختمون داشتیم که هویت آن دوران بوده، مثلا همون 1300 1320 1330 همه رو از بین بردیم و تبدیل کردیم به گاراژ و برج. و موقع خوندنم به ادبیات تاریخ اون دوره علاقه بیشتری داری؟ توی خوندنیاتم دوست داری مربوط به اون دور، دوست داری کتابی بخونی که مربوط به اون دورانه، یا دوست داری در واقع ادبیات یا تاریخ یا در واقع نوشته‌ای رو بخونی که تو اون دوران نوشته شده؟ مورد علاقه من هست کتابی اگه مربوط به اون دوران باشه، یعنی مثلا اگه من یک کتاب چهار روزه یه هفته ای تموم بکنم، چون هر روز نمیخونم به خاطر حالا مشغله ای که هست و هر وقت هم هر زمانم مود کتاب خونی ندارم، ولی یک کتابی راجع به آن دوره باشه میدونم که یه شبه تمومش کردم. من میدونم که باز تو هی دارم از دانسته هام استفاده میکنم، میدونم که تو داستان ایرانی بیشتر از داستان خارجی میخونی، درسته؟ تقریبا آره آره. چرا؟ من که بگم چرا یه بد یا خوبه، دارم میپرسم که خیلی هم عالی. سروش من خیلی آدم کتاب خونی نیستم، من تو مودش اگه بیفتم مثلا یک ماه میشینم 4-5 تا کتاب میخونم، یه دفعه میشه که یک سال میگذره من اصلا کتاب نمیخونم، فقط ناخونک میزنم میرم، ولی ناراحتم از اینکه نمیخونم. ببین مثلا اعضای بدن ما، مثلا همین دست، شما این دستت رو این دستت باشه یک ساعت اینجوری نگه دار، هیچ استفاده ازش نکن، خب این خسته میشه. و فکر کن مثلا یک روز همین شکلی باشی، عضلات تو شروع میکنه به خورده شدن از درون و دست تو یواش یواش فلج میشه و دیگه از این دست نمیتونی استفاده کنی، باید بری قطعش بکنی یا بره عمل چیز فیزیوتراپی چیزی انجام بشه. مغز هم همینه، مغز هم به هر حال یکی از اعضای بدن دیگه، تو باید اینو ورزش بدی. وزنه ای که تو داری میزنی که بازو میاری، وزنه مغز کتابه که مغز پرورش پیدا بکنه. همینجوری اگه بمونه شما به راحتی در معرض آلزایمر ممکنه قرار بگیری. چی شد من اینو گفتم حالا؟ اینکه کتاب میخونی. اجازه بده برای اینکه یادت بیاد که چی شد اینو گفتی، من جملت یه بار دیگه چون خیلی جمله جالب و مهمی بود برای بیننده ها تکرار کنم. محمد رضا هدایتی میگه که وزنه مغز کتابه. خیلی خوبه. بالاخره یه جمله ماندگارم از ما مون بالاخره. خیلی خوب. بعد 44 سال عمری یه جمله. آره ما مادیم. نه نه اختیار این جمله عالی و بی‌نظیری بود و ورزش مغز میتونه مطالعه باشه. همینجوری که بدنمون به ورزش احتیاج داره، مغزم که مهمترین انداممونه حتما به این ورزش احتیاج داره. اصلا تفاوت بشر که میگن اشرف مخلوقات با بقیه مخلوقات چیه؟ اندیشه‌ش و تفکرش. و این تفکر اندیشه با چی به بالندگی میرسه؟ با ای برادر تو همه اندیشه‌ای ما بقیت استخوان و ریشه‌ای. عرضم به حضورت که یادم میاد که اون سالها یه کتابخونه خوشگلی تو خونه داشتی که خودت درست کرده بودی، درسته؟ با چوب خودت طراحی کرده بودی و درست دارم درست میگم دیگه؟ نه من فقط رنگش کردم، خانومم طراحی کرده بود، برادر خانومم ساخته بود، من فقط رنگ سفید زدم. اونی که اینجوری بله. چوباش اینجوری بود، بعد بغلاش هم چیزایی میذاشت، خیلی شکل خاص جالبی آره و منحصر به فرد بود. چیزی بود مثلا 200 تا کتابم توش جا میشد، خیلی آره آره. ولی نگارش فکر کنم هنوزم داری؟ فکر کنم بخشیدیمش به یک نفری. من تو ذهنم بود اینو خودت درست کردی، فقط خودت رنگش کردی. نه آره خانومم طراحیش کرده بود، برادر خانوم من ساخته بودش.
یه دونه کتابخونه رو کل خانواده بسیج شدیم. خیلی ممنونم. ما هنوز یه بخش دیگه میخوایم صحبت کنیم، ولی فعلا از دمنوشمون لذت ببریم، بخوریم و یه کمی دوباره یادی از خاطرات بکنیم و بعد بقیه صحبت. سید حسین متولیان هستم که به شما بینندگان عزیز کتاب باز سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امروز اینجا اتفاقی که در جریان هست و خواهید دید و حضور خواهید داشت در اون، رونمایی از کتاب جدید بنده است، کتابی به اسم عقل مرکب، یک مجموعه از اشعار آینی، شعرهایی که توی بازه 4 سال گذشته به قلم بنده اومده و در کتاب عقل مرکب به چاپ رسید. امروز اولین آیین رونمایی رو داریم در اصل کتاب برگزار میکنیم. خوش آمد میگم به همه شما. خیلی خوشحالم که چهره های مهربانتون رو میبینم و امیدوارم که امروز با همه دغدغه ها و دردسرهای زندگی روزمره ما رو دوچار کرده بهتون خوش بگذره و لذت ببریم و ما رو در عصر کتاب همواره همراه بکنیم. پیش از این از بنده آثاری مثل کتاب سجده های سر به هوا که یک مجموعه غزل بود، بعد از اون کتاب پشت سرت عاشقانه حرف میزنم که یک مجموعه ترانه بود و هم برگزیده جشنواره بین المللی شعر فجر بود، هم کاندیدای کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران شد، مجموعه از ترانه هایی بود که شاید خیلی از اونها رو با صدای دوستان خواننده من مثل زنده یاد ناصر عبداللهی، رضا صادقی، احسان خواجه امیری، فریدون آسرایی، امیر حسین مدرس و خیلی از خوانندگان دیگه شنیده باشید. مقصود او فشاندن جان عاشقانه بود، با دشمنان محاربه کردن بهانه بود، حلم مقیس گفتن فرزند مصطفی به لحق آزمایش اهل زمانه بود. وقتی شما از ضرورت کتاب خوندن برای شاعرهای مذهبی از من میپرسین، من یه خورده عام‌تر میخوام نگاه کنم. ضرورت کتاب خوندن برای بقیه آدم‌ها، ضرورت کتاب خوندن برای همه ماهایی که میخوایم زندگی کنیم، تعامل داشته باشیم با آدم‌های دیگه و میخوایم زندگی خوبی داشته باشیم. من فکر میکنم کتاب خوندن رو اگر مثل نفس کشیدن بدونیم، مثل آب نوشیدن بدونیم، مثل غذا خوردن بدونیم، اون موقع از ضرورت کتاب خوندن حرف نمیزنیم. کتاب خوندن طبیعتاً ضروری هست. ما با کتاب خوندن یاد میگیریم چطور تعامل داشته باشیم با هم دیگه. ما با کتاب خوندن یاد میگیریم چطور حالمون رو خوب کنیم. ما با کتاب خوندن یاد میگیریم چطور دنیامون رو قشنگتر کنیم. حالا این دنیا میتونه دنیای شعر آینی و شعر اهل بیت باشه، میتونه دنیایی باشه که پیرامون ماست و ارتباطی با آیین‌ها و مناسک اهل بیت نداشته باشه. کسی که در واقع زندگی میکنه باید منطق بدونه، کسی که زندگی میکنه باید فلسفه بدونه. من فکر میکنم کسی که زندگی میکنه و کتاب نمیخونه، نام زنده برو گذاشتن یه خورده علامت سوال جه بشه. همه میدونین که آقای محمد رضا هدایتی اهل استان پهناور سیستان و بلوچستانه. رستم هم مال سیستان و بلوچستان بوده دیگه، درسته؟ میگن اهل اونجا بوده، آنجوری که آقای فردوسی میگن. آره دیگه، که آره به هر حال خب تا نباشه چیزایی که مردم نگوین چیزها گفته دیگه فردوسی. بله. که رستم یلی بود در سیستان، منش کردم رستم داستان. این بیتی که گفتی به هیچ وجه در شاهنامه نیومده. آره این یک چیزیه که یه سری شعرا خب
مربوط به قبل از انقلابم میشه و شوخی اینو میگفتن. شوخی نکن. آره اصلا همچین بیتی در شاهنامه نیست. فردوسی همچین چیزی رو نگفته. و خیلی آره و خیلی من میرم چیز میکنم، میرم سرچ میکنم ببینم درسته. حتما این کارو بکن. آره حتما این کارو بکن. چون من خودم خیلی گشتم که ببینم همچین بیتی هست حالا من همیشه موبایلم اینجا بود حالا نیست، امشب گذاشتم دور و الان همین الان میرفتم سرچ میکردم. اصلا واقعا فردوسی میتونه همچین چیزی رو بگه؟ کتابش رو میبره زیر سوال. یک سری داستانهای شاهنامه‌ای بوده مثل که قبل از فردوسی هم بوده. زمانی که یعقوب لیث صفار قیامش رو شروع میکنه دستور میده که برید تمام کتابای شاهنامه‌ای ما رو که از سرس سوزونده شدن رفته در هندوستان وردارید بیارید، و ادامه اون کتاب ها میرسه به ابوالقاسم فردوسی که از روی اون شاهنامه‌ای ها شاهنامه وزین خودش رو مینویسه. و مثلا شاهنامه دقیقی هم وجود داره. بله بله اینا قبل از فردوسی بودن. دقیقی توسی بله. دقیقاً بله. بله. و اینا میرسه به دست فردوسی که همچین شاهنامه‌ای نوشته میشه که واقعا پاسدار زبان پارسی ما هست. میخونی شاهنامه؟ کم و بیش یه زمانی بیشتر میخوندم، یک داستان رو تا تهش میرفتم میخوندم. به هر حال شاهنامه فردوسی به نظر من جزء کتابای مرجع باید باشه و در هر خانه هر ایرانی باید باشه و تو هر چند وقت یه بار باید بری یه توکی بزنی، یه چند ورق بخونی، حالت خوب میشه. اصلا اصولا ارتباطت با شعر چطوره؟ من خیلی شعر نمیشناسم. اجازه از کتابی که آوردی رو برای کتابخونه کتاب باز من معرفیش کنم؟ آره این کتابیه که اخیرا من دارم میخونم، علامتم گذاشتم که تا کجا خوندم و اینو نمیذارم اینجا چون بقیش بود بخونم. کد 24 یا بوفکور چگونه ساخته و پرداخته شد؟ پژوهشی از حبیب احمدزاده. اتفاقا آقای حبیب احمدزاده مهمان کتاب باز بودن و درباره این کتاب باز برای ما مفصلا توضیح دادن. چقدر خوب که تو هم آوردی و داری میخونی و خیلی این کتاب خود آقای احمدزاده به من داده و بقیه کتاباش هم من داد و اتفاق این یکی از آخرین کتاباشه که دارم میخونم. یه پژوهشه که در واقع خیلی هم زمان صرفش کرده آقای احمدزاده. چیزی حدود 7 سال آقای احمدزاده زمان صرف کرده برای تحقیق و پژوهش این کتاب. عرضم به حضورت که ما یه بخش دیگه داریم، 3 تا تصویر به مهمون عزیز برنامه‌مون نشون میدیم و ازشون میخواییم که یک داستانی یادداشتی نوشته ای بر اساس این 3 تا تصویر بنویسن. بریم 3 تا تصویر رو ببینیم. و البته من همیشه به نویسنده حسودی میشه چون تا حالا یه خطم نتونستم بنویسم. امشب شبشه، یعنی بالاخره شما دست به قلم میشین، ولی قبلش ما اونجا یه تعدادی از سردیس‌های بزرگان ادب فارسی رو داریم. یکیشو به انتخاب خودتون از ما به یادگار لطفاً قبول کنین، محمد رضا جانم، و بعد بریم برای اون بخش سخت خطرناک. بله بفرمایید. بله دوستان همه جمعن. بله. خب یکی از یکی گنده تر نمیشه که. آها رودکی. به به پدر شعر پارسی. به به و من این آدم رو دوست دارم به خاطر اینکه یکی از کسایی که زبان فارسی رو زنده نگه داشته آقای رودکیه و میدونی که نابینا هم بودن. بله بله. شعر معروف بوی جوی مولیان آید. بله. و داستانش رو الان وقت نمیشه بگم داست که چرا این شعر رو گفته و فلان. منم خیلی رودکی رو دوست دارم. امیدوارم رودکی رو بخونید، باور نکردنیه. یکی از پیشگامان شعر پارسی، به قول محمد رضا هدایتی یه جوری شاید پدر شعر فارسی، کسی که اصلا اینجا هم نوشته پدر شعر بله. فارسی. ولی اصلا انگار امروز داره با ما حرف میزنه، انگار همین امروز بغل ما وایساده و چه حرفایی. خیلی کلماتی در شعرش نمیبینی که رجوع بکنی به لغتنامه. آره آره خیلی کم. و تازه چیزایی که میگه مرا به سود و فرو ریخت
هرچه دندان بود، با دندون به همین سادگی شروع میکنه و بعد یه دفعه یه مفاهیمی وارد همین شعر میشه که از خراب شدن دندون یه مسئله روزمره شروع شده، یه دفعه انگار کل زندگی رو میاره جلو چشمت. و نوازنده هم بوده. بله. و شعرهایی که میگفته خودش آهنگ میساخته و مینواخته، حالا یا چنگ یا بربط بوده میزده. و اون شعر بوی جوی مولیان آید همی، یادیار مهربان آید همی رو یه جوری میزنه و میخونه که اون داستان امیر نصر سامانی رو که به هر حال میدونی اینجا الان در این مقال نمیگنجد، ولی میتوان در مقالی دیگر تعریف کرد یا علاقمندان خودشون برن و برید. آره، این داستانی که شعری که آقای رودکی گفته در زمان امیر نصر سامانی و یک مسئله مهمی که سیاستمدارا باید برطرفش میکردن، ایشون با شعر برطرف کردن، و برید بخونید ببینید چی بوده. چقدر جالب. آره. چقدر جالب که یه چیزی هم تازه بعد از برنامه گذاشتی به یادگار. آره. بریم برای نما داستان. بفرمایید. جلد؟ بله بله بله. خب. این سه تا تصویر عبارتند از یک ماشین حساب، یه پریز برق و یک فنجانی که توش حالا چایی، قهوه است، شیر داغه، ولی به هر حال داغه که داره از بخار میاد. بله. چه میخندی؟ آخه برای این که اگه چهار سه تا چیز که خیلی هم معمولی بود، باز همین خنده رو از من میشه که من چه بنویسم آخه، تا حالا ننوشتم، ولی باش. اتفاقا این چیز جالب تر. آره، این باعث میشه که بتونه مزخرف بنویسم و شما به عنوان اصلا هنری نگاه کنید. اختیار دارین. بفرمایید اینجا میز و میز تحریر و دفتر و قلم و کاغذ. شما چیکار میکنید در این مدت؟ من یه ذره راه میرم تا شما بنویسین، بعد میام پیش. جای دوری نری. چش. تموم شد؟ بالاخره. خب اشکالی که نداره که من از خط تعریف نکنم. این من خوشخط شده. ولی امضام قشنگه، ببین خوشخط امضا میکنم، چون ازم امضا میگیرن دیگه بهم نخندن. کی اینو بهت گفته که خوشخط امضا کردی؟ اینم بده؟ در بدخطی من که هیچ شکی نیست، ولی امضا خدایش بهتره دیگه، از این بهتره. نه بله بهتریش که بهتره، ولی بازم نه نه بالاخره مالی نیست. خیلی خب باش، بالاخره هر کسی عیبی هیچ کس کامل نیست. ولی خیلی مشتاقم که بشنوم. خودم بخونم؟ بله بله بله. باش، امیدوارم مثل خطم بهش نخندی. نه نه اونم نخندیدم اتفاقا، برام چیز بود، میگن که چیزه در واقع، یه جوری فکر کردم باید برم حتما رو خطم بیشتر کار بکنم، یعنی درس بود، پند بود. خیلی خوب. خیلی خوب. چرت که میانداخت و چرت که میانداخت، همیشه او را در این حالت میدیدم. ظهرها که از مدرسه برمیگشتم و سر راه از جلوی مغازه اش رد میشدم، باز هم میدیدمش که چرتکه میانداخت. بعضی روزها اما فرق داشت، چرتکه نمیانداخت. از سماور نفتی کنار دستش چای ریخته بود و خستگی در میکرد، اما معلوم بود که تازه از سر چرتکه انداختن بلند شده، چون از فنجانش بخار بلند بود. حالا سالها از آن روزها گذشته، وقتی از سر کار برمیگردم و از جلوی آن مغازه قدیمی رد میشوم، خودش نیست اما پسرش هست که با ماشین حساب بر میرود و چرت که پشت سرش آویزان است. بعضی روزها هم که با آن ماشین حساب بر نمیرود، دارد از کتری برقی که به آن پریز برق چرک زده وصل است برای خودش چای درست میکند و مینوشد، در همان فنجان قدیمی، در حالی که مثل پدرش به نقطه نامعلوم خیره مانده. من خیلی دوست داشتم. خیلی. واقعا؟ آره خیلی خیلی زیاد. و چقدر تکرار این چرت که برای من دلنشین بود. اصلا آره چرت که میانداخت و چرت که میانداخت. اینجوری شروع کردی و بعد این عینه موتیف همینجور توش داشت تکرار میشد.
و بعد این چرتکه‌ای که اینقدر یه روزی فعال بود شد یک شیعی که شد موند به دیوار و دیگه فقط یه شیء تزئینی یادگار موده. وای سروش سعد از داستان من تعریف کرد. ای من خیلی به نظرم خوب بود و سر ضرب نشستی و نوشتی و خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. ما آرزومون توی این برنامه اینه که مردم ایران روزی کتابخون ترین مردم جهان بشن. خیلی آرزوی خوبیه و چیز دست نیافتنی هم نیست. اتفاقا تو این سالها خیلی راجع به کتاب نخوندن ما ایرانی ها حرف زده شده و من جوانها رو دارم میبینم که یواش یواش دارم به مطالعه روی میارن، نمی کنن این کارو هنوز ولی پس ذهنشون هست، یعنی ناراحتن از این که ما به عنوان یه ملتی هستیم که کتاب نمیخوانیم. این ناراحتی خودش باعث میشه که یک روزی اقدام بکنن. چقدر خوب. نمیدونی چقدر خوشحالم که دعوت ما رو قبول کردی و به کتاب باز اومدی. نمیدونی چقدر به من خوش گذشت. به منم خیلی خوش گذشت. امیدوارم به بیننده ها حاصل دوستی ما توی این برنامه خوش گذشته باشه. قبل از تموم شدن یه عکسی به یادگار با هم بگیریم. این بخش مورد علاقه منه که برنامه شما رو میدیدم. خب آره بخش مورد علاقه منم هست. آره و فکر کنم و امیدوارم که عکس خوبی هم بشه. به 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 کجا داری نگاه میکنی؟ تو لنزو. نه میدونی من یه عمر موقع عکس گرفتم به جای اینکه تو لنز نگاه کنم داشتم این یه لنز داره یه آینه و من تو آینه نگاه میکنی؟ دائم تو آینه نگاه میکردم، نمیدونم چرا. خب شاید هم اون درسته. نه 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 تو لنز باید نگاه کرد. خب لنز برای اینکه بهش نگاه کنی دیگه. ببین من چه خنگیم. نه آخه ممکنه این فاصله این لنزه با اون جایی که ممکنه یه کجی باشه. خب واسه این اینو گذاشتن. ولی نه این مال اینه که بدونیم جفتمون الان بیا تو لنز نگاه کنیم. الان جفتمون تو لنز نگاه میکنیم و ببینیم حاصلش چی میشه. دوباره داشتم تو آینه نگاه میکردم، باورت میشه؟ 1 2 3 میخوای یه دونم بگیریم جفتمون تو آینه رو نگاه کنیم ببینیم چی میشه. پس یه دونم الان بگیریم تو آینه ببینیم فرق تو آینه و تو ما جستجوگر و آزمایشگر محقق هر دو تو آینه. خب ما عکسامون رو بررسی میکنیم که ببینیم فرق لنز و آینه هست. چیه و اگر موافقی برای اینکه بررسیمون رو خیلی موشکافانه انجام بدیم قبلش با بیننده ها خداحافظی کنی. آره حتما. بازم ممنونم. من خیلی خوشحالم از اینکه توی این برنامه اومدم و به عنوان یک کسی که حداقل کتابو دوست داره دعوت شدم. مرسی سروشون. ممنون از تو که اومدی. خیلی خیلی متشکرم. یه بغل گنده به من بده و خدا نگهدار شما.